فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران، گرامی داشت روز جهانی کارگر، فراخوان به اعتراض و خیزش. سنای آمریکا به مایک پومپئو به عنوان وزیر خارجه آمریکا رأی مثبت داد. دونالد ترامپ: رژیم ایران مشکلی واقعی برای کشور ماست. با سلامی دوباره، با درکنگاهی دیگر در خدمت شما هستم. سازمان مجاهدین خلق ایران برای گرامی داشت روز جهانی کارگر به اعتراض و خیزش فراخوان داد. در این فراخوان آمده است با گرامی داشت روز جهانی کارگر، حرکت‌های اعتراضی و خیزش برای حقوق پایمال شده را گسترش دهیم. با همبستگی و حمایت از اعتراضات و خواستهای عادلانه همه کارگران و زحمتکشان در تمام ایران به استقبال عید جهانی کارگران برویم. اول ماه می 11 اردیبهشت را که روز جهانی کارگر و سمبل اتحاد و قیام زحمتکشان برای آزادی و عدالت است، با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، روحانی گرامی بداریم. کانون‌های شورشی را برای گسترش قیام با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی، گسترش دهید. Are there any other senators in the chamber wishing to vote or to change their vote? سنای آمریکا صلاحیت مایک پومپئو را به عنوان وزیر خارجه آمریکا تصویب کرد. در جلسه روز پنجشنبه 6 اردیبهشت سنای آمریکا، 57 سناتور به انتخاب پومپئو به عنوان وزیر خارجه رأی مثبت و 42 سناتور رأی منفی دادند. مایک پومپئو که جانشین رکس تیلرسون شد، قبلا مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود. پومپئو که پیش از این رژیم ایران را یک رژیم پلیسی تبهکار نامیده، در زمان حضور در مجلس نمایندگان آمریکا از مخالفان سرسخت مذاکرات هسته‌ای دولت باراک اوباما با ایران بود. مایک پومپئو برجام را توافقنامه‌ای فاجعه بار نامید و هنگامی که به ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا رسید، وعده داد آمریکا از این توافق خارج شود، چرا که او بر این باور بود که برجام مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نمی‌شود. جمعی از غارت شدگان خشمگین مؤسسه کاسپیان در کرمان در اعتراض به چپاول سپرده‌های خود توسط این مؤسسه متعلق به سپاه پاسداران مقابل شعبه موسوم به بسیج این مؤسسه تجمع کردند. غارت شدگان خشمگین داخل ساختمان این مؤسسه حکومتی را به هم ریختند و این شعبه را تعطیل کردند. همزمان با ادامه اعتصاب کسبه و بازاریان بانه، مردم این شهر در اعتراض به بسته شدن مرزها و قطع درآمدهای خود مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. مردم بانه همچنین به نشانه اعتراض سفره خالی در خیابان پهن کرده بودند. در این تجمع که تعدادی از کودکان نیز حضور داشتند، پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: بابا نان ندارد، سفره ما خالی است، من کولبرم و کولبر گرسنه است. دونالد ترامپ در یک مصاحبه تلفنی با فاکس نیوز درباره سفر امانوئل ماکرون به آمریکا گفت: او اکنون به رژیم ایران نسبت به زمانی که وارد کاخ سفید شد بسیار متفاوت نگاه می کند و این مهم است. امانوئل ماکرون می‌داند که من از چه موضعی نسبت به ایران صحبت می‌کنم. این رژیم مشکلی واقعی برای کشور ماست. رئیس جمهور سابق توافقی وحشتناک با آنها بست و به آنها 150 میلیارد دلار داد که غیر قابل تصور است. رئیس جمهور آمریکا در قسمت دیگری از مصاحبهش گفت: ما دیگر قایق‌های کوچک آنها را نمی‌بینیم که اطراف کشتی‌های ما بچرخند، زیرا می‌دانند که اگر دور آنها بچرخند دیگر باقی نمی‌مانند. با سپاس از همراهیتون، تا در یک نگاه دیگر، خدا نگهدار.